سلام، ارادتمندم خدمت مخاطبین خوب برنامه‌تونم سلام عرض میکنم و امیدوارم که پسا کرونا روزگار هممون بهتر از اینی که هست بشه. قربونتون برم. چه میکنید با قرنطینه؟ شما سر کار بودین یا نه؟ نه، ما یک چند روزی، شاید یک هفته 10 روزی که از آمدن کرونا گذشته بود، دیگه با توجه به شرایط خیلی خطرناکی که وجود داشت کار رو تعطیل کردیم و ادامهش مون تا ببینیم آیا میشود نمیشود، اما یه قسمت هایش ساخته شد. آقای آذرنگ، ما برنامه‌مون در مورد چهره‌های مشهور و سلبریتی هاست. می‌خوام در مورد رسالت اجتماعی و در واقع مسئولیت اجتماعی سلبریتی ها با شما یکم گپ بزنم. مثلا آقا تو رو خدا من وارد این بازی‌ها نکن. مثلا معنی سلبریتی برام معنای تحت لفظی و لغویشه که به غلط به برخی از هنرمندا دارن میگن. چرا غلط آقای آذرنگ؟ به خاطر اینکه شما سرچ بکنید معنای سلبریتی رو، به هر کسی که حتی در مسیر خطا باعث بشه که تعداد زیادی از آدم‌ها باهاش آشنا بشن، حتی یک جنایتکار، حتی یک دیکتاتور، حتی یک مفسد، اون هم سلبریتی من پیدا میکنه. یعنی کسی که به خاطر فعلیتش خوب و بدش رو تعریف نکرده، هنر یا غیر هنریش رو تعریف نکرده، صرفا شهرتشه که باعث میشه لقب سلبریتی بهش داده بشه. اما هنرمندان بی‌نفای ما متاسفانه با این القاب همواره مورد تهاجم قرار گرفتن و من احساس میکنم هنر یه رسالته و یک موهبته که به آدم اهدا میشه. هر کس هم مسیر زندگی خودشو داره، به تعداد نفوذ شخصیت وجود داره، قرار نیست همه آدم ها شبیه هم بشن یا همه اونهایی که هنرمند میشن شبیه هم رفتار بکنن. همه ما آدم ها به دیده شدن نیاز داریم. حالا هنر و هنرمند بودن بخش اعظمی از نگاه رو به خودش جلب میکنه تو همه جای دنیا، فرقی نمیکنه. و خب به هر حال اون تاثیره رو جامعه دارن دیگه، مثلا همین رضا زن که انقدر محبوبه اگر این حرفی بزنن خودشون هم مشرف هستن. درسته. من کاری به شرایطی که فضای مجازی ایجاد کرده که اسمش رو خودشه و زندگی حقیقی آدم ها خیلی فاصله داره. ما شاید از جایی دچار اشکال شدیم که به این مجاز زیاد پیوند خوردیم و زیاد اعتماد کردیم، در صورتی که هر آدمی حق داره آب بخوره، گوشش میشه غذا بخوره، نمیدونم تفریح بکنه، زندگیشو بکنه. قرار نیست همه رو با چوب بزنیم ما. نه هرگز. یعنی من صحبتم اینه که علیرغم این نگاه، یه نگاهی که وجود داره که میگه آقا سلبریتی کلا به درد جامعه نمیخوره، من میگم اتفاقا میتونه در کنار مردم باشه و یک بخشی از باری که رو دوش مردم رو برداره. مثال در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواننده ها و بازیگرها و حتی فوتبالیست ها اومدن و مثلا کمک های میلیون دلاری کردن به قضیه کرونا. خب بله، اونا تو جوامعی زندگی میکردن که دولت هاشون هم کمک های انسانی بیشماری در این شرایط به مردم میکنه. درسته. ما تو شرایطی هستیم که وقتی من میشنوم که 1 میلیون ناقابل، که الان واقعا شما، یکی از دوستان میگفت شاید خرید چند کیلو گوجه سبز رو فقط کفایت بکنه که خیلی ها نمیتونن این روزا حتی رنگش رو تصور بکنن، بعد میاد برای شرایط بازپرداخت با درصد سود تعیین میکنه. این انقدر غیر انسانی و ناجوان مردانه است که آدم نمیتونه از دیگران انتظار کمکی داشته باشه، گرچه به لحاظ انسانی نه تنها هنرمندا، مردم شریف این سرزمین، مردم همیشه توجه دار که بی توجه نیستند. تو قالب اتفاقاتی که افتاده، زلزله، سیل، نمیدونم بلاهای طبیعی و غیر طبیعی و بلاهای نازلی و غیر نازلی، همواره این مردم بودن که بار رو به دوش کشیدن. کدوم بار هست که ما بتونیم افتخار بکنیم که دولتمون جلوتر از مردممون بوده؟ هنوز خونه هایی که توی کرمانشاه بر اثر سیل و زلزله ویران شد و توی سایر استان های درگیر، هنوز به درصدی از توفیق نزدیک نشده که بتونه مورد استفاده قرار بگیره. چطور میتونیم حالا ما همه بارو بندازیم رو دوش مردمی که خودشون دوچار و ناچارن؟ البته من یه نکته رو اصلاح کنم که این وام، البته که منم معتقدم خیلی رقم ناچیزیه، ولی این چیز نداره دیگه، سودو کنسل کردن آقای آذرنگ و اون سود رو از اول تعیین نمی‌کردن که مجبور به حذفش بشه. آره، فشار افکار عمومی در واقع باعث شد دیگه. خدا رو شکر حذفش کردن، ولی من میگم این مبلغ ناچیز رو حتی به سمت مردم نگیرن، چون
زشته مردم یک سرزمین دستشون دراز بشه برای چیزی که زندگی بخشی از زندگیشون رو نمیتونه، زخمش رو مرهم بذاره.